برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران همراه ما هستند. سلام و شب بخیر. آقای دکتر الفت، لطفاً دیدگاه خودتون رو در رابطه با گزارش سازمان ملل در خصوص ضرورت اقدامات قوی‌تر برای مقابله با تهدیدات سایبری در حال تحول بیان بفرمایید. سلام عرض کنم خدمتتون و خدمت بینندگان محترم. امنیت سایبری چیز جدیدی نیستش و این گزارشی هم که الان سازمان ملل منتشر کرده تغییر خاصی نخواهد داد. به هر حال از اون زمانی که کاربرد فناوری اطلاعات شروع شد، حالا تو ایران مثلا از سال 74-75 به صورت جدی شکل گرفت و دسترسی های عمومی بیشتر شد. مثل هر آن چیزی که وقتی بهش دسترسی ایجاد میشه برای مقاصد مختلف کار گرفته میشه، این آسیب در حوزه فضای مجازی و حوزه سایبری هم شکل میگیره. حالا یک اتومبیل براش از دزدی استفاده میشه، حالا شما فرض کنید این زیرساخت رو در فناوری اطلاعات این کار بکنن. یک، دسترسی ساده تر. دو، نسل جدید که شاید با اخلاق مقداری فاصله بیشتری دارن بهتر از این استفاده میکنن. شکاف مهارتی و اون شکاف دیجیتالی که تو بحث WIC حالا خیلی مطرح شد در اینجا باعث میشه که یک عده‌ای از به عبارت مردم احساس برتری بکنن و این برتری رو بخوام به رخ بکشن، یا این رو برای سرگرمی انجام بدن یا زیاده خواهی، یا خب صدمات متفاوتی رو هم به جامعه و به اقتصاد و حتی به سیاست و حوزه فرهنگ، حالا همه چی و حتی هنر هم ایجاد کنه. مثلا دیپ فیک هستش، بحث فیشینگ هستش، معاملات غیرقانونی هستش، بحث کودکان هستش، برای اینکه حالا آزار و اذیت و یا اطلاعات نامناسب به دستشون برسه، باج‌خواهی هستش، نفوذ به سیستم هستش، سرقت اطلاعات هستش. اینا شکل گرفته و عملا وجود داره. تو کنفرانس داووس هم به این به صورت بسیار کلیدی اشاره شد و علل خصوص با توجه به اینکه هوش مصنوعی هم الان داره به عنوان یک ابزار مهم در اقتصاد و کارکرد آینده دنیا وارد میشه، نگرانی ها رو خب به مراتب بیشتر کرده. در کنفرانس داووس هم گزارش دادن که خب گزارش بسیار نگران کننده بود که یک سوم سازمان ها در سراسر جهان در سال 2023 متاسفانه مورد حمله و ضرر و زیان از حوزه امنیت سایبری قرار گرفتن. امنیت سایبری در ابتدای کار توی کشوری مثل ما هم موارد لوکسی تلقی می شدش، ولی یه مشکل بزرگ همیشه وجود داره، اونی که توی 5 تا قاعده امنیت به عبارت سایبری در جهان مد نظر قرار گرفته. بحث به عبارت قانونیش، خب قانون رو دارم میذارم، فنیش که در مورد فنیش هم توصیه هایی میدن، مثلا ایزو 27001 یک استاندارد توسعه ظرفیت بدن، همکاری کنن، با اینا همه اتفاق بیفته. ولی گزارش هایی هم که سازمان ها ملل و سازمان دیگه دریافت کردن یه سری گزارشات روی کاغذه. بله. آیا واقعا اینا اتفاق افتاده؟ ما در کشور خودمون در ایران میدونیم که سرتیفیکیت هایی که گرفته میشه بابت اینکه این کار انجام شده اتفاق نیفتاده، و یک عددی در دنیا هستش، میگن اگر بابت توسعه یک سیستم یک اپلیکیشن دارید شما N ریال هزینه میکنید، باید 2N ریال هم یا 2N دلار هم بابت امنیتش هزینه کنید. متاسفانه این در نظر گرفته نمیشه و صدماتی هم که میزنه با توجه به سرعت توسعه این سیستم صدمات بسیار جبران ناپذیریه. تو گزارش هم گفته شدش اختلالی که اتفاق افتاده شده در ویندوز. بله. و اون بحث فروگاه و روزانه در اخیر نشون داده است این روزه به راحتی قابل گذشت است و دنیا باید بهش توجه بیشتری کنه و متاسفانه این هزینه های زندگی دیجیتال رو هم افزایش خواهد. بله، متشکرم که با ما بودید. دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران.